به اولادی داستان واقعی. مشکل از شوهرم بود. شنونده های عزیز افغانستان ژورنال، سلام بر شما. در این برنامه داستان زنی را میشنوید که به خاطر به اولادی شوهرش بالایش خشونت میکند و زن دیگر میگیرد. زن دومش هم باردار نمیشود، باز هم زن سومی را میگیرد، اما از هر سه زن صاحب طفل نمی شود. بالاخره بعد از گذشت سالها واضح می گردد که مشکل از مرد است. این داستان نیز نمونه ای از صدها واقعیت عینی جامعه ماست. قبل شنیدن داستان کانال افغانستان ژورنال را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید. داستان آغاز می شود. نویسنده فرشته غنی. برعکس دختران مامایم که می گفتند می خواهند در سالون عروسی محفل ازدواجشان را برگزار کنند، آرزوی ما ای بود وقت ازدواج کدم لباس سفید و قشنگ بتنم کنند، چون ما به حد مشکل اقتصادی داشتیم که هیچ خواهرم نتوانسته بود در روز عروسی خود لباس سفید و زیبا بتن کند. با خواهر بزرگترم یک لباس بدخشانی سابقه که از مادر شوهرش بود را آوردن و بتنش کردن و خواهر دیگرم با یک پیراهن بخمل سرخ ازدواج کرد. واقعا ما عاشق لباس سفید بودم. از وقت عروسی یکی از دختران را در منطقه دیدم، آرزوی پوشیدن لباس سفید به سرم زد. بعضی وقتها خواب می دیدم که با لباس سفید و زیبای به هر سو می برم. ما فکر می کنم فقر بدترین واژه روی زمین است. این فقر است که همواره برای من خاطرات تلخ به جا می گذارد. زمانی که باید ما اهداف و آرزوهای داشته باشیم، فقر آن را می سوزاند و اینقدر محدود می سازد که اولویت‌های زندگی ما مبدل به بزرگترین آرزوهای ما می شود. وقت عادت ماهوار می شدیم، از تکه های کهنه که دیگر شاریده شده بود استفاده می کردیم و حق هم نداشتیم آن تکه ها را با صابون بشوییم. فقط با آب جوی بود که می شد ناپاکی آن تکه ها را از بین برد. در خانواده ما هم مثل همه ساکنین این منطقه، دختران به خواست خانواده به شوهر داده می شدند. مادرم و پدرم فکر می کردند آدم های فهمیده روی زمین هستند. خواهران ما هم یکی پی هم ازدواج کردند. وقت خانواده می دید پسر مجرد است، دختر را با آن به ازدواج می داد. یک خواهرم را به کسی به ازدواج دادند که وضعیت اقتصادی خانواده شان خیلی خراب بود. خواهر دومم پسر خاله ما دوست داشت، اما عروس پسر کاکایم شد، آن هم در اوج مشکلات اقتصادی. یادم است وقت عروسی خواهرم بود یک سال و چند می شد، اصلا گوشت را نششیده بودیم. در عروسی خواهرم به جای این که گریه کنم و یا در محفل ازدواج سم بگیرم، چنان آشفته شوربای گوشت شده بودم که نمی توانم درست در موردش حرف بزنم. دستانم می لرزید. دو کاسه شوربا خوردم و قبل از اینکه مادرم بدانه یک دیگ هم از آن محفل برداشتم تا بتوانیم روزهای بعد از ازدواج هم آن را بخوریم. شاید حرفایی که میزنم خنددار باشه، اما با واقعیت چنین کاری را انجام داده بودم. نزد ما فقط 230 افغانی بود که آن را برای خواهرم مصرف کردیم و برایش رخت لباس گلابی با گلهای سبز و سرخ خریدیم. همیشه آرزو میکردیم از آن رخت لباس تهیه کنیم، اما هرگز چنین نشد. از همین رو ازدواج را دوست داشتم. بعد از خواهرانم این ما بودم که باید پشتم خواستگار میامد و ازدواج میکردم. با گفته مادرم از بخت خوب من، خواستگار من شخصی بود که در قریه بالاتر از ما زندگی میکرد و زمینهای زیاده داشت. با اولین خواستگاری جواب مثبت شنیدند. پاکت شیرنی با دستمال سبز که چار اطراف آن را فیته طلایی رنگ و مهره گرفته شده بود به خانواده داماد داده شد. بدون پدرم کسی دیگر داماد را ندیده بود. یک ماه بعد نامزاد شدیم.
یک ماه بعد از نامزادیم برای برگزاری محفل عروسی آمدند. برای ما از مرکز ولایت پیراهن سفید با گلهای آبی رنگ و طلایی گرفته بودند. پیراهن یک پلس از قدم کوتاه بود. از همین رو با آن شلوار سفید با فیته نازک که مادرم برایم دوخته بود را پوشیدم. واقعا زیبا به نظر می رسید. هیچ دختری در منطقه ما چنین لباس قشنگ به تن نکرده بود. لباس همانطور بود که آرزویش را داشتم. محفل عروسی ما هم بهتر از تمام محفل‌های برگزار شده آن منطقه بود. ازدواج صورت گرفت و مرا به خانه شوهرم که سمی اولانم داشت بردند. اما وقتی در خانه شوهرم تنها شدم، دیگر آرزوی نان و غذای خوب که بسر داشتم از بین رفت. در همان روز اول دلتنگ مادرم شده بودم. خیلی گریه می کردم که می خواهم دوباره به خانه برگردم. ای لباس و غذا را نمی خواهم، اما زن نزدیکم آمد سیلی محکم برویم زد و گفت حالا اینجا خانه است و هیچ وقت دیگه ای حرفا را از زبانت نشنو. وقتی حرفای او را شنیدم دیگه خاموش ماندم. مرا با اتاق همراهی کردند که در آن سه توشک با پوشهای گل سیب بود. به حد زیبا بودند که چند لحظه فقط به آن نگاه میکردم. یک دختر جوان که خواهر شوهرم میشد گفت آنجا نشین. سر و صدای زنان بلند شد. حالا داماد آمد. چشمانم را به زمین دوختم، بدنم بلرز آمد. وقتی مرد به داخل اتاق شد دفتن از جا بلند شدم. خواهر شوهرم گفت بشین، شوهرت است. با او هیچ نگاه نکردم. زنان و دختران با دایره دست داشتشان آهنگ می خواندند و می رقصیدند. یکی از دختران خیلی صدای زیبا داشت، اما شوهرم برش گفت اقدر یار نگو که اعصابم خراب میشه. و او دیگه هیچ نخواند. از کنج چادرم نگاه کردم که آن دخترک سکوت کرده بود و به آرامی از اتاق برآمد. وقت سر و صدای شوهرم را نسبت به آن دختر جوان دیدم، ترس بیشتری در وجودم جا گرفته بود. شام آن روز ما و شوهرم تنها ماندیم. یکی از دختران جوان چادر را از صورتم دور ساخت و غذای برای ما آورد. اولین بار بود صورت شوهرم را می دیدم. او چهره گندمی رنگ داشت، اما از شوهران خواهرانم بهتر بود. در کاسه غذای خوشمزه بود که قبل ازی هرگز آن را نخورده بودم. یک دو لقمه که خوردم از ترس شوهرم دیگه خوردن نتانستم. شوهرم هیچ با ما حرف نمی زد. پیشانیش چینهای زیاده داشت. عصبانی بود. در فکر غرق بودم که صدای شنیدم. از جایم پریدم. شوهرم گفت آب و چای می خواهی؟ در حالی که زبانم بند بند می شد گفتم نه، نمی خواهم. دختران آمدند، ظرف غذا را بردند و ما تنها ماندیم. با آن اندازه که از شوهرم می ترسیدم، بیشتر از آن کارهای وحشیانه با ما انجام داد. در تمام زندگیم بدترین خاطر زندگیم همان بود. هرچی چیغ و فریاد می زدم کسی بدادم نمی رسید. هنوز با بلند کردن صدایم مرا لطکوب هم کرد. دیگر آن دختر ساده و منحصر به آرزوهای سادهش نبودم. زن یک مرد پولدار شده بودم. وقتی یک ماه از ازدواجم سپری شد همه می گفتن چرا حامله نشدم. کنایه و طعنه های مادر شوهرم شروع شده بود. مادرم هم می گفت اولاد بعد از عروسی یگانه سرمایه زندگی است. اگر اولاد به دنیا نیاورد پس هیچ به درد نمی خورد. وقتی از ازدواج ما 9 ماه گذشت هنوز باردار نشده بودم. رفتار تمام خانواده با من تغییر کرده بود. حتی شوهرم هم به دنبال گرفتن زن دیگری بود. من هم به کمک مادرم هر نوع دوای یونانی خوردم. واقعا خوردن آن دواها از زهر هم بدتر بود. خیلی تلخ بودند. اما مجبور بودم از آن برای نجات زندگیم استفاده کنم. مادر شوهرم به خاطر باردار شدنم مرا پیش چندین ملا و زیارت هم برد، اما باردار نشدم. شبها گریه می کردم که چرا خداوند با وجود این همه درد و رنج
یک غم دیگر هم نصیبم کرده است. از خداوند یک طفل می خواستم اما هرگز صاحبش نشدم. شاید التماس و دعایم به خاطر داشتن طفل نبود، به خاطر رهایی از ظلم و بدرفتاری خانواده شوهرم بود. هر زنی که هرچی می گفت همان طور می کردم. هر دوایی که می گفتن می خوردم. اما هیچ نتیجه نمی داد. 3 سال بعد از عروسیم شوهرم زن دیگری گرفت. با وجود این همه مشکلات تحمل انباق خیلی سخت بود برام. اما مجبور بودم تحمل کنم. اتاق مرا به آن زن جوان دادن و مرا به اتاق کالاهای اضافه خانه منتقل دادند. باز هم خوش بودم. در این اتاق با من خواهر شوهرم هم می خوابید. مادر شوهرم همواره برام طعنه می زد که اگر زن دیگر شوهرم صاحب بچه شود مرا از این خانه خود کشیدن و نوکر خود خود ساختند. حالا هم از نوکر کم نبودم. باید غذای کمتر می خوردم و تمام کارهای خانه را انجام می دادم. از عروسی شوهرم با زن جوان دیگر هم 1 سال گذشت اما صاحب طفل نشدند. کسی به شوهرم گفته بود که باید خانمت را به یکی از دکتران در مرکز ولایت ببری. شوهرم با وجودی که مرا هیچ وقت نزد دکتر نبرده بود، او را نزد دکتر برد. هر ماه دوا می گرفت و می خورد اما باز هم صاحب طفل نشد. شوهرم از تلاش‌های خودش دستبردار نشد. بعضی اوقات وقت اعصابش خراب می شد ما و انباقم را به حد لط و کوب می کرد که از حرف زدن می موندیم. اما هیچ کدام ما نمی فهمیدیم چرا باردار نمی شد. از یک طرف بدرفتاری شوهرم و خانوادش بود، از طرف دیگه هر آن کسی که به خانه مهمان می آمد در مورد بارداری ما می پرسیدن. همیشه سوال پیچ می شدیم. بعضی از زنها چنان بی‌رحم بودن که به مادر شوهرم می گفتند وقتی نمی توانند اولاد بیاورند چرا به خانه پدرشان روانشان نمی کنی، نانخور اضافه هستند. همه این وضعیت را تحمل کردم و در این میان 10 سال دیگر گذشت. شوهرم این بار زن بیوهی که یک دختر هم داشت را به خانه آورده و به خود نکاح کرد. همه این خانواده تشنه طفلی بودند که در آغوش بگیرند. ما و انباق دومم هم حاضر بودیم در خدمت عروس جدید باشیم اما باید طفل به آغوش خانواده بدهد. شوهرم همیشه تشویش این را داشت که مال و دارایی‌اش به دیگران به میراث میماند. ما هم دیگر وابسته خانواده شده بودم. روزها را روزه میگرفتم که اگر خداوند به انباقم طفل بدهد اما نشد. ما 3 زن با کنایه‌های تلخ دیگران در آن خانه زندگی می‌کردیم. یکی از روزها زن کاکایم که به دیدنم آمده بود برام گفت که به شوهرم بگویم خودش یک بار نزد دکتر مراجعه کند که مشکل از خود او نباشد. ما ایران مانده بودم. گفتم در مسئله اولادداری مرد هم میتونه مشکل داشته باشه. زن کاکایم گفت بله، یکی از برادرزادش همین مشکل را داشت که حل شد. با شنیدن این حرف خیلی خوش شدم. نفس راحت کشیدم و شب وقت شوهرم آمد برش در مورد نظر زن کاکایم گفتم. شوهرم بعد از شنیدن حرفایم بلت و کوب ما پرداخت و گفت آل تهمت میزنی که ما مشکل دارم؟ مردها عیب ندارند. در تمام قوم و اجدادم چنین گپی به مرد گفته نشده است که حالا تو میگی. با سر و صدای شوهرم مادرش هم آمد و وقت از قضیه خبر شدن هر دویشان یک جا چنان مرا لطکوب کردن که یک دستم با سرم شکست. انباقم با چادرش سرم بسته کرد و شوهرم خانه را ترک کرد. چندین ماه زخمهای بدنم خوب نشد. دیگر هرگز در موضوعات مهم نظر ندادم. از آن اتفاق 6 سال گذشت. یکی از روزها که شوهرم در روی حولی نشسته بود و رادیو گوش می داد، صدای دکتری را شنیدیم که می گفت در مسئله اولادداری مرد هم می تواند مشکل داشته باشد اما این مشکل با تداوی حل می شود. شوهرم بعد از شنیدن آن تصمیم گرفت نزد دکتر برود. همه خوش بودیم که بالاخره خبر خوش می شنویم.
شوهرم وقتی از نزد دکتر برگشت دوای زیاد برش داده بودند، اما برای ما گفت که نباید کسی بیرون از خانه خبر شود که شوهرم دوا می خورد. به مدت یک سال دوا خورد. بالاخره دکتر برای تداوی بیشتر به کابل فرستادش. اما بعد از اتمام تمام معاینات و گذشت دو سال دیگر، دکتر به شوهرم گفته بود شما نمی توانید پدر شوید، چون مریضیتان خیلی پیشرفته است. اگر به موقع تداوی میکردین امکان تداوی وجود داشت، اما حالا هیچ کاری کردن نمیتوانیم. وقتی حرفای شوهرم تمام شد، مادر شوهرم طرف مدید و گفت دقار خدا شوی، نمیشد همو وقت که درباره ای گپ فهمیده بودی سعی بگویی که بچه میرفت دوام میکرد، بیشرمی کردی، مام هیچ گپ باور نکردیم. من هیچ چیز نگفتم و خاموش ماندم. حالا شوهرم فوت کرده است. یک انباقم را ایورم به خود نگاه کرد و دیگرش خانه پدرش رفت. من در این خانه تنها زندگی میکنم. با موجودیت شوهرم هم با خوشونت در یکی از اتاقهای نمناک زندگی میکردم. بعد از فوت شوهرم هم همینجا هستم. ایورهایم برایم لقمنان میدهند، اما دلم آرام نگرفت. خواستم در مورد داستان تلخ زندگیم برتان بگویم. بله شنونده های عزیز افغانستان ژورنال، داستان غم‌انگیز زن جوان را شنیدین. متاسفانه این خانم تنها قربانی در افغانستان نیست. هستن زنان زیاده که تاوان نازا بودن شوهرانشان را میدهند. با امید روزی که زنان در افغانستان چنین مشکلات را تجربه نکنند و خشونت علیه زن برای همیشه پایان یابد. افغانستان ژورنال، آینه واقعیت ها. تا برنامه دیگر، خداوند یار و ناصرتان باد.